ابتدا ما چند نوع وکیل در ایران داریم؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان ارجمند و همکاران عزیز. ببینید، اگر از وکلای پرونده‌های عادی و غیر سیاسی مثل پرونده‌های حقوقی، تجاری یا خانوادگی بگذاریم، در پرونده‌های سیاسی ما 4 نوع وکیل داریم در ایران. اول وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه که همون موضوع تبصره ماده 48 قانون اساسی کیفری هست. دوم وکلای مورد وثوق رؤسای شعبات خاص دادگاه انقلاب اسلامی هست که در واقع وکلای تصویری هستن که خود در واقع محاکم و قضات محاکم انقلاب انتخاب میکنن. و سوم وکلای تسخیری هستن که به لحاظ کلاسیک و قانونی چند دهه هست که تو ایران در واقع مرسوم هست و در قانون پیش بینی شده و اون باید ارجاع بشه به کانون وکلا و کانون وکلا وکلایی که عضو کمیسیون تسخیری هستند رو معرفی کنه به دادگاه. و چهارم وکلای تعیینی هستند که خود این وکلای تعیینی دو دستند، وکلایی که مستقلن، حقوق بشری هستند که خب تعدادشون بسیار اندک شده. خب طبیعتا میدونید بعد از تهدیدها، تبعیدها، حبس، ممنوعیت، محرومیت از وکالت یا بازنشستگی اجباری، خب طبیعتا تعداد وکلای حقوق بشری بسیار اندک شده. اما وکلای تعیینی دسته دومی دارن که بسیار خب مهم و حساسه و اونم اگرچه وکلا تعیینی محسوب میشن ولی باید در موردشون بیشتر صحبت بشه. ما اسم این وکلا رو میتونیم بذاریم وکلای مشروط، یعنی ظاهرا تعیینی هستن اما با توجه به اینکه شرط حکومت و نهادهای امنیتی رو مبنی بر اینکه اطلاع رسانی نکنن و سکوت کنن و این سکوت رو هم به خانواده ها تحمیل کنن میپذیرن و واقعا هم همین کارو میکنن، به نظر من خیلی وضعیت خاصی داره و حتی میشه گفتش که این دست از وکلا که به نام تعیینی اگه دقت کنید دستگاه قضایی و رسانه‌ای و رسانه‌های امنیتی مدام تاکید می‌کنن فلان متهم با وکیل تعیینی خود اصرارش در واقع وقتی گفتی باور کردم، اصرار کردی شک کردم، اینجا همون وکلای مشروط هستند. و چون دوستان به قسم خیلی اعتقاد دارن، ادامه مثل اینه که وقتی قسم خوردی یقین پیدا کردم که دروغ میگویی، وگرنه وکلای مشروط در واقع به نام وکیل تعیینی به خانواده ها تحمیل میشه. دلیل خطرناک بودنش هم همینه، تکلیف خانواده ها با وکلای حکومتی اعم از وکلای تحمیلی، تبصره‌ای یا وکلای تسخیری مورد نظر و وثوق قضات محاکم انقلاب معلومه، یعنی بهشون اعتماد نمی‌کنن. اما به این دست از وکلا به نام تعیینی که وکلا مشروط هستن با اون شرط تحمیل میشن به خانواده‌ها اعتماد می‌کنن و بعد خل اصلاح میشن. آقای دهخوان، خیلی کوتاه همچون اشاره کردید به اینکه تعداد وکلای حقوق بشری خیلی اندک شده، شما برداشت شما چقدر از چه تعداد معلوم وکیل حقوق بشری در ایران داریم؟ خیلی کوتاه. ببینید، تا حدود 12 سال پیش در واقع در بحبوحه جنبش سبز ما حدود 50 وکیل حقوق بشری در کشور داشتیم، اما به تدریج با این تهدیدها و تبعیدها وضعیت رسید به حدود 10 وکیل حقوق بشری که خب بعضی از اینا الان در زندان هم هستن. یعنی از حدود 70-80 هزار وکیل که در ایران فعال هستن، ما 10 وکیل حقوق بشری داریم. این توجه داشته باشید که ما 70-80 هزار وکیل در ایران نداریم، ما حدود 95 هزار وکیل داریم که حدود 60 هزار وکیل عضو کانون وکلای ایران هستن، کانونهای وکلای ایران، و حدود 35 هزار وکیل عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه هستن که همون موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که خب نهاد موازی علیه کانون وکلا که در قانون برنامه سوم توسعه اومده. و اینجور وکلا البته خودشون چند دستن، چون بعضی هاشون جز هموطنهای ما هستن، همکاران ما هستن، کار تخصصی میکنن، ولی خب بعضی هاشون به هر حال چون ذیل یه قانونی رفته که بعد اجراش بعد از برنامه سوم توسعه غیر قانونی بوده، رفتار این وکلا ببیشه وقتی ورود میکنن پرونده حقوق بشری خب خطرناکه. اما در نهایت 95 هزار وکیل میشه گفت داریم در کشور که خب تعداد وکلای فعال در حوزه حقوق بشر به معنی اخص کلمه، چون هر کسی که در پرونده سیاسی وارد میشه ظاهرا اسمش وکیل حقوق بشریه، ولی به واقع نمیشه گفت همه اینها وکیل حقوق بشری هستند، به ویژه با این توضیحی که عرض کردم وکلای تعیینی در پرونده سیاسی میتونن تسخیری تحمیلی از سوی قضات دادگاه انقلاب باشن، مثل در پرونده زنده یاد سیامک فرزند یا زنده یاد روح الله زم و خیلی پرونده یا جمشید شارمت و خیلی پرونده دیگه بعضی از افراد از سوی قضات تعیین میشن که اسمش رو دیگه نمیشه گذاشت و وکیل حقوق بشریشون در پرونده سیاسی است. اما در این حال به نام به معنی اخص کلمه وکلای حقوق بشری تعدادشون بسیار اندکه، در حد 10 نفر.
از این حدود حالا 90,000 نفری که شما اشاره کردید، چند نفر در این لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند؟ ما تصویر بعضی از اینهایی که در رسانه‌ها در این یکی دو سال گذشته منعکس شده بود رو نشان دادیم و باز هم نشان خواهیم داد، ولی برداشت شما چه تعداد هستن این افرادی که در اون لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستن؟ ببین، تا جایی که من خودم به شخصه دیدم تا دو سال و نیم پیش، 80 وکیل در دو لیست متفاوت در واقع رفتن ذیل تبصره ماده 48 مورد تایید رئیس قوه. اما توجه داشته باشین که این حدود 80 وکیل ممکنه در این سال اخیر بیشتر هم شده باشه یا نه بیشتر نشده باشه. سعی کنم به جای اینکه اینها رو در لیست بیارن، تحت همون قالب ببرن توی وکلای در واقع مشروط یا وکلای تفکیری مورد تایید داگ انقلاب. اما در نظر بگید مهمتر از همه اینا در واقع وکلایی هستند که به تعبیری باید بگیم که این وکلا در لیستی وارد شدن که خود این لیست قانونی نیست، یعنی خود عمل که غیر قانونی بوده به کنار، یعنی عمل تفسیر ماده 48 که بر ضد اصل 35 قانون اساسی و اصل 9 قانون اساسیه که حتی به اسم استقلال و تمامیت ارضی کشور هم نمیشه آزادی های مشروع شهروندان رو ازشون سلب کرد، حتی به نام قانون نمیشه سلب کرد. خب اینا که معلومه که این تفسیری که غیرقانونیه، خب بحثی هم روش نیست. بحث خود آقایون که الان معاون اول قوه قضاییه هم هست این بود که این ننگه، ولی واقعیتش اینه که در همین جا هم این لیست در واقع به امضای مدیر کل حوزه ریاست قوه رسید اون وقت آقای خلفی، و بعد لیست دوم به امضای مدیر کل حفاظت اطلاعات قوه رسید که حتی این قانون ضد حقوق بشری نیمبند داغون هم باز به شکل غلط تر از غلط اجرا شد، که این هم نشون میده که اینجا ما با یک امر غیرقانونی در غیرقانونی مواجه هستیم. آقای دهخانی اشاره هم بکنید، شما الان داشتیم تصاویر این کارگروه ویژه حقوق بشر اسکودا به قول شما اتحادیه سراسری کمیسیون وکلای در واقع حقوق بشر حالا در ایران رو در واقع ما داریم ازش صحبت میکنیم، یه اشاره بکنید که چطور شد که این کارگروه یه دفعه فعال شد در شرایطی که کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا و کمیسیون حقوق بشر ظاهرا کلا حذف شدن؟ چه نهادی پشت این تحرک بود به نظر شما؟ ببینید، اول از همه عنوان دقیقش رو عرض بکنم چون اسکودا خیلی شناخته شده شاید نباشه، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که خلاصه شدهش میشه اسکودا. و این کارگروه هم در واقع کارگروهیه که در این نهاد اخیراً ایجاد شده و تا جایی که من از در واقع نامه جمعی از وکلای مستقل که خوندم متوجه شدم، در واقع بعد از اینکه کمیسیون حمایت و به ویژه کمیسیون حقوق بشر از سایت کانون وکلا حذف شد و این روند در رفته ذیل اسکودا، با توجه به اینکه خب از حالت انتخابی خارج شد و یک سری افراد خاص در واقع شاید تعیین شدن زیاد انتخابی نبوده، صرف نظر از احترامی که ما برای همه همکاران داریم، وقتی از روند دموکراتیک در کانون وکلا و از روند شفافیت در سایت کانون وکلا پس از حذف کمیسیون حقوق بشر ما وارد یک مقوله‌ای میشیم و یک باره میبینیم که اتفاقاتی میفته که در این نامه جمعی از وکلای مستقل هم اومده و من از اونجا اتفاقا باخبر شدم، میشه نگران شد. به ویژه اینکه این وضعیت وقتی میبینیم که فراتر از اعتراضات اخیر میره، حتی خانواده های در واقع محکومان به اعدام یا دادخواهان دهه 60 و بسیاری دیگه برایشون جلسه گذاشته میشه، خب میشه یکمی نگران شد که در اونجا شاید اتفاقاتی داره میفته که بعضی از همکاران و دوستان ما شاید مطلع نباشن، ولی ناخودآگاه در اونجا همکاری میکنن. و بازم تاکید میکنم با توجه به روند غیر دموکراتیک، غیر شفاف، انتصابی و وضعیتی که به طور کلی در مورد این افراد هست و با حذف کمیسیون حقوق بشر، خب طبیعتاً باید تأمل برانگیز و سوال برانگیز باشه.